این روزا که از ستاره های سینمای معاصر ایران حرف میزنند و از تأثیر حضورشون بر فروش فیلم ها و دستمزدهای چند میلیاردی که دریافت میکنند، مقایسه این بازیگران با مشهورترین بازیگران زن قبل از انقلاب همیشه برای سینما دوستان و طرفدارانشون قیاس متفاوتی بوده. سلام دوستان، به کانال باید بدانیم خیلی خوش اومدید. در این برنامه به تاثیرگذارترین و البته محبوبترین بازیگران زن سینما میپردازیم. اما قبلش ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید. قطعاً میتونه این لیست نفرات بیشتری رو هم به خودش اختصاص بده. اما ناخودآگاه یاد تک ستاره سینمای بعد از انقلاب ایران میافتیم که در حدود یک دهه حضورش در هر فیلمی فروش اون رو تضمین میکرد. بازیگری که به برند تبدیل شده بود و تماشاگران از تماشای اون و حرکات و رفتارش جدا از داستان فیلم استقبال میکردن. هدیه تهرانی که با سلطان ساخته مسعود کیمیایی اولین فیلم خودش رو تجربه کرد. فیلمی کم هزینه که اسم تهرانی رو در 25 سالگی بر سر زبونها انداخت. رو در روی فریبرز عربنیا با اعتماد به نفس و خونسرد و شده بود آن تجسم قایی از سلیقه رضایت بخش مسعود کیمیایی در تصویر یک زن. سلطان در سال 77 اکران شد و 930 هزار نفر تماشاگر داشت. اما تبدیل هدیه تهرانی به ستاره از اکران سال 78 شروع شد با فیلم قرمز، فیلمی که جدا از داستان دراماتیک و تراژیکش نیروی خودش رو از شخصیت و بازی هدیه تهرانی گرفت. 3,100,000 نفر به دیدن این فیلم اومدن. در همون سال نیکی کریمی هم با فیلم دو زن تقریباً به همین رکورد از تماشاگر دست پیدا کرد. در همین سال تعداد تماشاگرهای دو فیلم دیگه با بازی هدیه تهرانی یعنی غریبانه و سیاوش به ترتیب 1,800,000 و 1,600,000 نفر بودن. یعنی در یک سال 6,500,000 نفر تماشاگر فیلم‌هایی با بازی هدیه تهرانی شده بودن. در سال بعد یعنی سال 79 دو فیلم پرفروش جدول هر دو از بازی هدیه تهرانی سود می بردن. شوکران با 2,700,000 تماشاگر و دست‌های آلوده ساخته سیروس الوند با 2,600,000 تماشاگر. سال 80 او با فیلم پارتی ساخته سامان مقدم به اکران سینماها میاد و 1,500,000 تماشاگر رو به سینماها می کشونه. تو همین سال در دو فیلم چتری برای دو نفر و زمانه هم حاضر میشه و 1.5 میلیون تماشاگر هم برای دیدن این دو فیلم راهی سینما میشن. در سال 81 او کمی از گیشه سینمای ایران دور شد با بازی در فیلم‌های استادان قدیمی مثل ناصر تقوایی و بهمن فرمانارا، کاغذ بیخط و خانه‌ای روی آب و البته فیلم آبی که یک عاشقانه کم تحرک بود. این سه فیلم در مجموع 1,600,000 تماشاگر داشت. سال 82 رتبه های سوم و چهارم جدول پرفروش ها به شکل اختصاصی به فیلم های تجاری محدود شد که بر مبنای شخصیت و کاراکتر هدیه تهرانی ساخته شده بودند، یعنی دنیا و پسر ایرونی. این دو فیلم در مجموع 2,300,000 تماشاگر رو به سینما کشون. در پایان سال 82 به نظر می رسید تهرانی دیگه از محبوبیت و فروش و جلوه خسته شده، سیراب شده بود. پس نقش کوتاه در فیلم دوئل رو قبول میکنه. در فیلم جایی برای زندگی قبول میکنه که در سن 32 سالگی نقش مادر شوهر هانیه توسلی رو ایفا کنه. در فیلم یک بوسه کوچولو باز هم در نقشی فرعی ظاهر میشه. نقشی جسورانه در نیومانگ ساخته بهمن قبادی رو قبول میکنه که خب شانس اکران در ایران رو نداشت و تنها نقش بزرگ اون در سالهای 83 تا 88 بازی در فیلم چهارشنبه سوری بود که موجب شد دومین سیمرغ بلورین بازیگریش رو دریافت کنه. تهرانی در دهه 90 کم کم به جریان اصلی سینمای ایران بازگشت، اما دیگه اون جادوی قدیمیش همراهش نبود. شکست سنگین فیلم بی همه چیز نشانه ای از این تغییر دوران بود. هرچند بسیار عقیده دارند او حالا بازیگر بسیار بهتری شده، اما چه کنیم که عمر هم میگذره. در واقع در کارنامه تهرانی سه فیلم در اکران اولشون بالای 2,500,000 نفر تماشاگر داشت. هیچ کدوم از این سه فیلم کمدی نبودن، برعکس درام بودن و دوتاشون بسیار دردناک و تلخ بودن، یعنی قرمز و شوکران. او پنج فیلم داشت که حداقل 1,000,000 نفر در اکران اول به دیدار شتافتند، یعنی پارتی، دنیا، غریبانه، سیاوش و پسر ایرونی. با چنین کارنامه‌ای میشه به اون لقب ستاره رو الساخ کرد. در همه این فیلم‌ها بار درام اثر روی شونه‌های اون قرار داشت.
حتی جلوتر از فیلمنامه و کارگردان. یکی دیگه از ستاره های همدوره اون، یعنی نیکی کریمی، دو فیلم بالای 3 میلیون تماشاگر در اکران اول داشت، یعنی عروس که به رکورد 4 میلیون 200 تماشاگر رسید و دو زن ساخته یه تهمینه میلانی که 3 میلیون 50 هزار نفر رو به سینماها کشون. نیکی کریمی در فیلمی مثل سارا هم 1 میلیون 180 هزار بیننده داشت، فیلم هایی که نه کمدی بودند و نه طنز و نه لودگی. مهناز افشار هم تعداد قابل توجهی فیلم در کارنامه خودش داشت که حدود 2 میلیون نفر تماشاگر داشت، مثل آتش بس که 1 میلیون و 900 هزار نفر به دیدارش رفتند، نهنگ انبر 2 که 2 میلیون و 400 هزار نفر بیننده داشت و بالاخره فیلم آکواریوم که حدود 2 میلیون نفر رو به سینماها کشون. فیلم های دیگه اون هم عموماً از میزان مشخصی تماشاگر برخوردار بودن، مثل نهنگ انبر 1 که 1 میلیون و 350 هزار نفر رو به سینماها کشون که خب بخش مهم اون به خاطر رضا عطاران به سینما اومده بودن. ویشکا آسایش هم در هر دو قسمت نهنگ انبر، خوب بد جلف و ورود آقایان ممنوع تجربه بازی در فیلم های پرفروش رو داشت که خب در ستای اونها رضا عطاران هم حضور داشته. ترانه علی دوستی هم در 3 فیلم فروشنده، درباره الی و من ترانه 15 سال دارم، تماشاگران بالای 2 میلیون نفر رو تجربه کرد. اگر در همین اواخر برادران لیلا اکران می شد، احتمالاً به پرتماشاگرترین فیلم ترانه علی دوستی بدل می شد. اما نازنین بیاتی یکی از استثناءات جالب این جدوله. او 3 فیلم بالای 2 میلیون تماشاگر داره، یعنی دینامیت و سگ‌بند و آینه بغل. در این 3 فیلم با ستاره هایی مثل جواد عزتی، پژمان جمشیدی، امیر جعفری و بهرام افشاری هم بازی میشه و بسیاری نقش اون رو در فروش این فیلم ها خیلی مؤثر نمیدونن. اما هرچی که هست، اون بازیگر 3 فیلم بسیار پرفروش بوده. او یک نقش فرعی در فیلم مغزهای کوچک زنگ زده هم داره که خب حدود 1 میلیون و 100 هزار تماشاگر از اون فیلم دیدن کرده بودن. پریناز ایزدیار هم جزء همین نفرات بود. پریناز ایزدیار در فیلم بسیار پرتماشاگر متری 6.5 ایفای نقش کرد، اما در نقش کوتاهی و در 13 دقیقه. در فیلم ابد و یک روز و سرخپوست او بازی‌های بسیار مهمتری داشت و هر دو فیلم بین 1 تا 2 میلیون تماشاگر داشتند. و بالاخره از الناز شاکر دوست هم باید یاد کنیم که برخلاف شهرتش تعداد فیلم‌های پرتماشاگرش آنقدرها زیاد نیست. مطرب، شبی که ماه کامل شد و رسوایی تنها فیلم های اون هستند که بالای 1 میلیون و 500 هزار نفر تماشاگر داشتند. سال 97 در 2 فیلم شبی که ماه کامل شد و مطرب در 1 سال اکران شدند و در مجموع 5 میلیون و 400 هزار نفر تماشاگر داشتند. او این روزها نقش متفاوتی در فیلم های تیتی و ابلق ارائه کرده که میتونه به آمار این فیلم ها اضافه کنه. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.